برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی صبح امروز 15 بهمن ماه از وقوع دو زلزله به بزرگی 4.7 و 3.3 ریشتر به فاصله زمانی کوتاه مدت در شهرهای قصر شیرین و سر پل ذهاب و گیلان غرب در استان کرمانشاه در غرب ایران خبر دادند. در همین راستا فرماندار قصر شیرین به خبرگزاری ایرنا گفت دو زلزله صبح امروز شنبه که در فاصله زمانی بسیار کم از هم این شهرستان را لرزاند هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است. وزارت امور مهاجران دولت موقت طالبان طی اطلاعی اعلام کرد که طی دو روز گذشته 3282 مهاجر از ایران به افغانستان بازگشتند. بر اساس این اطلاعیه بسیاری از افرادی که به افغانستان بازگشتند برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در ولایت نیمروز و هرات معرفی شدند. به دنبال حوادثی که از بیش از 4 ماه پیش و پس از فوت مهسا امینی رخ داد، شماری از مسئولان چند باری از امکان تغییر قوانین مربوط به گشت ارشاد سخن گفتند. حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده شاهنشهر در مجلس 11 در خصوص این زمزمه ها می گوید، از ابتدای انقلاب باید وزارت امر به معروف و نهی از منکر را راه اندازی می کردیم. امروز هم این ضرورت اقتضا می کند. من معتقد هستم باید اصل 8 قانون اساسی که بحث امر به معروف و نهی از منکر است را در قالب سازمانی کاملا مستقل و فراقوه‌ای راه اندازی کنیم. درگیری بین دانشجویان مسلمان و ساکنان محله داهیونگ دونگ واقع در دانجو در حدود 300 کیلومتری جنوب شرقی سئول بر سر ساخت یک مسجد اسلامی ادامه دارد. ساکنان محلی در اعتراض به ساخت این مسجد رویدادی را برای خوردن گوشت خوک پخته شده و سوپ گوشت گاو در مقابل محل ساخت مسجد ترتیب دادند. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیراز دامزه‌الله در کشور ماداگاسکار اعلام کرد که 3 فوریه به عنوان روز ملی درختکاری از سوی مقلدان آیت الله العظمی شیرازی در این کشور تعیین شده است. گفتنی است این روز از سوی دولت ماداگاسکار هم مورد تایید قرار گرفت و در پی آن جمعی از مقلدان معظم الله با حضور شیخ محمد رضی وسرام وکیل آیت الله العظمی شیرازی در ماداگاسکار به کاشت درخت در مناطق مختلف این کشور اقدام ورزیدند.